مسئله دیگه دوباره میام میبینیم که زمین برای خودش شعور داره، برای حفظ خودش، حفظ خودش و کلن اینه که چیزی باشه. اولویت نجات، یه سوال بکنیم، اولویت نجات با کشتیه یا با سرنشینه؟ اولویت نجات با کیه؟ کشتیه. چون اگه کشتی نباشه سرنشینم نیست، درسته؟ اولویت نجات با کشتیه. خب حالا اولویت نجات با زمینه یا با انسانه؟ بله. خب حالا یکی از این خود این قانون رو اینجا در واقع زمین برای خودش داره. ما اگر مصرف اکسیژنی رو به هر حال میدونید که ما یک حجم معینی اکسیژن در اختیار داریم، یعنی به اصطلاح میتونیم حساب کنیم چه حجمی هوا در اختیار داریم، چون هرچه ارتفاع میگیریم هوا رقیق تر میشه و میانگینی رو اگر بگیریم اینها میتونیم حجم هوای قابل استنشاق رو یا حالا کلن حجم هوا رو میتونیم محاسبه بکنیم. ما یه روند مصرف اکسیژن داریم، یه روند تولید اکسیژن داریم در روی این کره خاکی. روند مصرف اکسیژن الان از روند طبیعی چی شده؟ خارج شده و به میزان سرسام‌آوری ما داریم ذخیره هوای پیرامون زمین رو چیکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. خب یعنی شما اگر که حساب بکنید یک ماشین 2000 سیسی، یعنی در یک دور در هر دورش 2 لیتر هوا، و حالا این موتور این ماشین 2000 دور در دقیقه، 2500 دور در دقیقه، خلاصه متغیر دیگه، از بین 1000 تا مثلا 2000 2500 اینا رو در نظر بگیرین، دقیقه ای حجم قابل ملاحظه ای هوا رو چیکار میکنه؟ در دقیقه کمپرس میکنه به داخل، مکش میکنه به داخل، و حالا در ساعت و در روز و در تعداد حساب کنیم و سوختهای دیگر رو حساب کنیم و گاز و غیره و همین رو حساب کنیم، ما به طرز وحشتناکی داریم اکسیژن هوا رو چیکار میکنیم؟ مصرف میکنیم. خب اکسیژن رو مصرف میکنیم، جاش چی میدیم؟ گاز کربونیک، دی اکسید کربن و اینا رو میدیم. اولا اینجا یه سوال، چند سال دیگه ما ذخیره هوا داریم؟ این یک سوال که اگر قرار باشه با همین ریت با همین میزان ما اکسیژن هوا مصرف بکنیم، یعنی هوا رو مصرف کنیم، چقدر دیگه ذخیره هوا داریم؟ یک سوال. خب حالا ما اگه حساب نکردیم، زمین میدونه، زمین خودش میدونه که به اصطلاح چه اتفاقی میخواد بیفته، برای خودش واکنش شعوری داره. واکنش شعوری به این صورته که همین که گاز کربونیک میره بالا، حرارت جو، حرارت در دل خودش نگه داشته میشه و پدیده گلخانه ای یا گرین هاوس افکت در واقع رخ میده و این در واقع میاد به گونه ای عمل میکنه که حرارت زمین رو نگه میداره، حرارت تبادل پیدا نمیکنه. لذا با بالا رفتن حرارت یه اتفاقای دیگه میفته، از جمله اتفاقایی که میفته در طی هزاران سال، البته بگیم میلیون ها سال بهتره، در طی میلیون ها سال در قطبین زمین یخ و
برف بسیار زیادی رو تلمبار کرده. خب یخ و برف بسیار زیادی رو در طی میلیون ها سال، هزاران سال، نمیدونیم حالا دقیقاً چقدر، تلمبار کرده برای همچین روزی که به معنی اینکه حرارت جو زمین رفت بالا، چی میشه؟ یخ ها شروع میکنن به ذوب شدن و بعد طوفان نو چیه؟ طوفان نو به راه میفته. یعنی اینه که بریم ارتفاع، آب میاد میبردمون، یه دم بخندن بگم بابا آب کجا بود که بیاد ما رو ببره. خب اگر این یخ و برفی که تلمبار شده ذوب بشه، میریم زیر آب. این طوفان نو، این مفهوم طوفان نو. بعد تا اینجا خب متوجه شدیم که یه دور سریع لطف کنیم، خیلی سریع خلاصه. از اول تا اینجا بله، این تیکه رو به هر حال زمین برای حفظ خودش، زمین برای حفظ خودش طی میلیون ها سال، هزاران سال، نمیدونیم چقدر، یک توده یخ و برف رو ذخیره نگه داشته برای همچین روزی که ما پامون از گلیممون دراز کردیم. خب و اومدیم خواستیم نابود بکنیم همه چیز رو، چون وقتی تعادل اکسیژن اینا به هم بخوره روی کل اکولوژی تاثیر میذاره، اینها رو بتونه به کار بیاره. لذا حرارت جو میره بالا، به دنبال بالا رفتن حرارت جو زمین، یخهای قطبی شروع میکنن به آب شدن و سطح زیادی از زمین زیر آب فرو میره. به دنبال اون تبخیر سطحی زیاد میشه، بعد بارش زیاد، بارون زیاد میشه، بعد به دنبال افزایش بارندگی و بالا رفتن رطوبت جو، نور خورشید به سطح زمین نخواهد رسید. به تدریج سطح زمین شروع میکنه به سرد شدن. خب شروع میکنه به سرد شدن و یخبندان شروع میشه. خب دوباره یخبندان بعد از مدت‌ها چیکار میکنه؟ فرصت و زمان ایجاد میکنه تا یک روزی دوباره بالانس ایجاد بشه. خب ما تقریبا میشه گفت عصر یخبندان، نمیدونم خیلی چیزا رو پشت سر گذاشتیم، نمیدونیم که قبلا چه وقایعی باعث این قضیه شده، ولی فعلا الان متوجه میشیم که یه کره زمین خودش هوشمنده، خودش میتونه و به اصطلاح میدونه که از خودش چگونه محافظت بکنه و چطوری خودش رو حفظ بکنه و کی از شر ما باید خلاص بشه و اینا رو به خوبی میدونه. یه مطلبی دیگه تو این رابطه ممکنه که حالا در تحت شرایط دیگری میکروارگانیسم های جدیدی ظاهر بشن. یعنی مثلا فرض کنید که اگر در آب میزان سرب، کوبالت، جیوه، کادمیوم، نمیدونم چی اینا اگه حدی بیشتر بره، بالاتر بره، یه دفعه یک میکروارگانیسمی که تا امروز از وجودش با خبر نبودیم از هاگ خودش بیاد بیرون. یعنی وجود اون عناصر باعث بشه که در واقع این آزاد بشه و یه دفعه شب بخوابیم صبح بلند بشیم ببینیم که با یک میکروارگانیسم جدیدی رو در رو هستیم. بعضی از میکروارگانیسم با امکان داره هاگشون تششعاتی عمل بکنه، یعنی در معرض تششعات خاصی، مثلا از تششعات منفی از یه حدی بالاتر بره. شعور معیوب هستی، چون آلودگی هستی هم داریم، آلودگی شعوری هستی رو هم داریم، رو در دوره هفت روش صحبت میکنیم، ولی حالا اگه شد توی فرصتی یه تیکش رو با هم نشون میدیم، صحبت میکنیم راجبش. بحث آلودگی شعوری هستی در قبال یک تششعات شعوری یا تششعات منفی مختلف یا به هر حال در معرض عناصر شیمیایی و غیره، در هر کدومشون ما میکروارگانیسم‌هایی رو ببینیم که
آزاد شدن، قبلا نبودن، امروز وجود دارن. مثلا یه دفعه اینو که ویروس سارس یه دفعه به منصه ظهور میرسه، اصلا نمیدونستیم همچه چیزی هست. یا ویروس های دیگه مثل ویروس HIV و اینها که البته خب میگن نمیدونم این از کجا آمده اونجا آمده، ولی اصل ماجرا احتمالا چیز دیگری، چیزهای دیگری باشه، یعنی چیزی که ما فکر میکنیم. و به دنبال این آمادگی رو داریم که در دهه های آینده، در چند سال آینده یه دفعه شب بخوابی صبح بلند شی یه دفعه گن آقا ویروس فلان، نمیدونیم حالا این ویروس نمیدونم حالا مثل ویروس سارس چه کار میخواد بکنه، نمیدونیم، ولی میدونیم که میخواد ما رو محدود بکنه، میدونیم که میخواد ما رو چیکار کنه، منزویمون بکنه، میخواد ما رو یه جوری از اون یک تازی که داشتیم یه جوری جدامون بکنه و به این طریق خودش رو حفظ، یعنی زمین رو حفظ بکنه، جلوی یک تازی های ما رو بگیره.